شبنشینی حالو خوش آمدی جانا نقل مجلس آن قصه های شیرین است محسوم شیرازی نوشته محمد علی جمال زاده پرده دوم وقتی کلام معصومه به اینجا رسید مثل آدمی که نفسش تنگی کند چندی بار نفسهای دور و درازی کشید و آب دهان را قورت داد و انگاه در میان جمعیت انبوهی که گرداگرد ایستاده و سر تا پا گوش شده منتظر بودند ببینند که سرگذشت عاقبت به کجا می کشد نگاه تیز و تندش را که مانند نیش در تا اعماق روح نفوذ میکرد به صورت آخوند نیشابوری معلوم الحال دوخته قدمی چند به طرف او نزدیک شد و در حالی که با نوک انگشت او را نشان میداد گفت بارلاها تو خودت خوب میدانی ولی شاید این جماعت باور نکنند که از جمله کسانی که در همان اوقات از نزدیک مرا شناخت یکی هم همین شخص حی و حاضر بود یک شب بدون آنکه بدانم مرا به کجا میبرند با هزار ترس و لرز و با یک دنیا احتیاط مرا محرمانه به خانه همین آقا بردم به جای نقاب خودم پارچه خشن سرمعی رنگی به سر و صورتم بستم و به جای کفش خودم یک جفت شبیه به نعلین که پیرزنها پا می کنند به پایم کردم و از کوچه پس کوچه عبورم دادم در خانه باز بود و پس از گذشتن از هشتی تاریکی و دالان درازی مرا وارد اتاقی کردم و ناگهان خودم را تک و تنها در مقابل همین شخص دیدم اما مش سرش بود و عبایش دوشش بود و شکم را جلو داده در صدر مجلس چهار زانو گرد نشسته بود چهار طرف اتاق پر بود از کتاب آخوندک دیگری که معلوم بود محرم آغاست خدمت می کرد و او هم وقتی کارش تمام شد رفت و ما را به کلی تنها گذاشت چه چیزا که آن شب ندیدم و چه عوالمی که طی نکردم به جلال و عظمت خودت قسم اولین کسی که مزه عرق و شراب رو به من چشاند همین شخص بود هرچه عبا و امتناع کردم و قسم و آیه خوردم کتابها لب به این چیزهای حرام تر نکردم به خرجش نرفت و خنده تحویل داد و جان من و مرگ من قسم داد و گفت من خودم ملا و مجتهدم و حق فتوا دارم و خودم به تو اجازه می دهم که بخوری و خدا و پیغمبر را گواه گرفت که در این روز قیامت گناهش به گردن او خواهد بود در اینجا معصوم آخوند را طرف خطاب قرار داد و گفت آیا این حرفایی که میزنم راست است یا دروغ اگر سر موی خلاف دارد بگو که خلاف است اگر یک کلمش دروغ است بگو دروغ میگویید ای بی مروت بیدین آیا هرگز بوی حیا و قباحت به دماغت رسیده بود؟ آیا از خدا روز قیامت نمی ترسیدی که هیچ دختر بیچاره ای از دست تو گرگ در رنده در تمام شهر در امان نبود؟ آیا خاطرت هست که آن شب در همان اتاقی که از قرار معلوم محضر شرعی تو بود چه افتضاحی درآوردی؟ یادت هست چطور چهار دست و پا راه افتاده بودی و مرا پشت خودت سوار می و با زانو و کف دو دست دور اتاق راه می و هن و هن راه می آیا آن رقص های در خاطرت هست؟ آیا خاطرت هست که چطور برای تقلید و خنده آخوند می و مرا مثل عروسی که بخواهند عقد عروسیش را جاری کنند رو خود می رشندی و اسم و رسمم را می پرسیدی و انکهد و زوشت را می و از جیب آرخالوخ کیسه پولت را در می آوردی و برای اینکه بله بگویم به اسم زیر لبی سکه ی تلا تو دهانم می گذاشتی؟ چه بازی ها که در نیاوردی؟ چه حرکات شرمنگیزی که نکردی؟ هرچه من بیشتر خجالت میکشیدم تو خندت بلندتر میشد و وقاحتت بیشتر خوب من دختر هرزه و بدکاری بودم و برای پول به منزل تو آمده بودم ولی آخر میهمان تو بودم و غریب و بیکس بودم تو چرا رحم و حیا و مروت را بو نکرده بودی آخوند شرمالود سر به زیر انداخته بود و رنگ از رویش پریده زبانش بند آمده بود و جرأت نمیکرد سرش را بلند نماید. دهانش با آن لبهای کلوفت که گویی دو زالو روی هم بسته بودند باز می شد و نیمه باز می شد و به هم میرفت، ولی صدایی بیرون نمی آمد. پیشانیش مثل شیشه ی پنجره ای که دانه های باران بران نشسته باشد غرق عرق شده بود و دستش بالا نمی رفت که عرقش را پاک کند. مصوم نگاهش را از او بر نمی داشت و مثل اینکه بخواهد با آتش نگاه او را بسوزاند ها را به او دوخت ساکت ایستاده بود. پس از مدتی که سکوت دنیا را فرا گرفته بود از نو با احترام صورت را به جانب دستگاه بازخواست گردانده دنباله سخن را چنین آورد. بارلاها آن شب بدترین شب عمرم بود آن شب بود که مزه عرق را چشیدم و از همان تاریخ عرق خور حسابی شدم و با این زهر حلاحل که اقلا غم و غصه را یکی دو ساعتی میبرد و فراموشی میآورد و مثل حرف راست دل آدم را مانند آتش میسوزاند و چون چراغ روشن میکند الفت را به جایی رساندم که رفته رفته تنها انیس و مونس و یک تا رفیق و شفیق من شیشه ی عرق شد و بس تنها دلخوشیم وقتی بود که سرم فارغ می شد و تنها می مندم. آن وقت درها را میبستم و لباس زرق برق داری را که برای پذیرایی مهمانهای ناشناس پوشیده بودم با تنفر می کندم و لباس قدیم ساده و پاک و تاهر خودم را که به یاد دوره های گذشته بیگناهی و معصومیت در گوشه صندوق نگاه داشته بودم می و سر و را مثل آدم های وسواسی قسل میدادم و تطهیر می کردم و چراغ را روشن می کردم و گاهی به سکوت و گاهی به صدای بلند با خودم چه حرفهایی که نمی زدم و چه درد دلها و راز و که نمی کردم کم کم ملال روزانه برطرف می شد و مثل این بود که آدم دیگری شده باشم و روح تازه ای در بدنم دمیده باشم. چراغ دلم هم روشن می شد و دماغی پیدا می کردم و هوای عرق نوشی به سرم می زد. شیشه و پیاله را در میان می گذاشتم و با فکرهای دور و دراز خود خلوت می کردم. آن وقت بود که آوازهایی را که از روم و از آن دوره به یادم مانده بود با همان لحظه ولایت خودم یواش یواش می خاندم و پی در پی آنقدر گیلاس های عرق در حلق و گلویم خالی می کردم که هوش از سرم میرفت و از خود بی خود می شدم و مانند نعش همانجا به زمین می افتادم و مثل لنگه در تا سلات ظهر یک پهلو می خابیدم. پروردگارا خودت امر فرمودی که حرفایم را صاف و پوست کنده به عرض برسانم. پروردگارا همان اوقات بود که هیچ کدام از این نامردهایی که با من مراوده کرده بودند نخواستند زیر بار بروند و مجبور شدم در مدت هجده ماه سه بار بچه بیاندازم. به خدایی خودت قسم که هر بار مرگ را به چشم خود دیدم و افسوس که باز زنده ماندم. زبان و بیان من از عهده بر نمی آید که شرح عذاب بچه انداختن را بگویم ولی زبانم بریده با اگر یک بار بچه انداخته باشی می فهمی چه میگویم وان وقت هرگز راضی نمی شوی که ما زنهای بیچار اینطور با ازرائیل روبرو بشویم و زنده زنده تلخی مرگ را بچشیم الهی حالا که حرف زن به میان آمد زبانم لاد بگذار بگویم که اصلا در خلقت به ما دخترهای حوا ظلم شده است بارلا ما زنها مگر بچه های سیغه ای خلقت هستیم این همه خاصه و خرجی برای چه؟ مگر دختر چه گناهی کرده که وقتی زن آبستن می شود مدام دعا می کند که خدایا دختر نباشد؟ برای چه ما زنها باید هر ماه باج ضعف و ناتوانی خود را به صورت مقداری از خون خودمان نصار طبیعت قدار بکنیم آمدیم و راستی عقلمان کوتاه و گیسمان دراز باشد تازه تقصیر با کیست میگویند اهل مکر و خدعه ایم اگر مکار بودیم اینطور ذلیل نمیشدیم هنوز عروسکیم که عروس میشویم و هنوز دهانمان بوی شیر می دهد که باید بچه شیر بدهیم کدام حیوانی است که نه ماه تمام آبستن باشد و کدام جانوری است که بچهش را یک سال و دو سال شیر بدهد اگر یک مرد پیدا میشد که سنگی به وزن یک بچه به شکم خود ببندد و نه ماه تمام با خود بکشد آن وقت معلوم می شد که ما زنها نه ماه تمام چه میکشیم. و چطور جانمان به لبمان میرسد تا بچه به دنیا بیاید و هنوز نفس تازه نکرده ایم که دوباره باید از سر بگیریم خدایا چه عیب داشت که ما زنها هم مثل پرندگان تخ میگذاشتیم و چند سباهی روی تخ میخوابیدیم و بچه در میآوردیم اگر پدر نان می دهد، مادر باید جان بدهد تا بچه دندان در بیاورد و راه بیفتد و نان خوردن و نان پیدا کردن را یاد بگیرد. خداوندا الایاز و بله اگر مزه زن بودن را میچشیدی یا اصلا زن خلق نمی کردی و یا طوری خلق می کردی که سزاوار عدالت و رحمانیت تو باشد. خداوندا حرف هر تو حرف آمد و از مطلب دور افتادم عذر تقصیر می خواهم و برمیگردم به قصه خودمان مخلص کلامان که از بس عرق خوردم و بچه انداختم و بیخوابی کشیدم مختصر رنگ و آبی هم که باقی مانده بود از دست رفت و زرد و زار و نزار و لاغر و رنجور شده بودم و از آن وقت به بعد کمتر اتفاق می افتاد که کسی به سراغم بیاید رفت رفته کار به جایی کشید که هفته هفته کسی به سر وقتم نیامد و روز به روز هم علیلتر و ضعیفتر می شدم. از ناچاری دار و ندارم را تکه به تکه همه را به قیمت آب جوی فروختم و همه را خرج حکیم و دوا کردم. آقبت روزی رسید که دیگر اهدی اسمم را به زبان نمی آورد و می ترسیدم اصلا در آن گوشه قربت زمینگی و بستری شوم و کسی نباشد یک قطر آب به گلویم بریزد و اگر مردم چشمم را ببندد. تنها کسی که به من وفادار مانده بود جوانی بود از اهل کازرون که در همان سفری که با پدر و مادرم از سمیرون به مشهد میرفتیم در قافل یتیم چارپادار بود و با ما آشنا شده بود و از آن تاریخ به بعد هر وقت گذرش به نیشابور می هر طور شده بود سراغ مرا میگرفت و سری به من میزد. زد. که خبله شوخ و خوشسیمایی بود. کک و مکی و آبل رو. به قدر خونگرم و تودل برو و خوشخنده بود که ممکن نبود کسی او را ببیند و خوشش نیاید. گذشت از خوشمزگی و متلک و پرنمکی تا دلت بخواهد خدمت گذار هم بود و حتی برای مردم بیگانه هم محال بود کاری از دستش ساخته باشد و مزایقه کند. به قدری دست و دل این جوان پاک بود که به محض اینکه آدم چشمش به او میافتاد و دو دقیقه با او هم کلام میشد دلش میخواست جان و مالش را به دست او بسپارد معلوم بود که شیر حلال خورده است و از صبح تا شام تو قافل منتظر بود که خر کدام مسافری در گل مانده و کار کدام مسافری گره خورده تا با تمام قوای خود کمک و گره گشایی کند اسمش محمود بود و نمیدانم چرا به محمود گلابی معروف شده بود. همون وقتی که در مسافرت مشهد از راه ناچاری مجبور شدم در نیشابور بمانم خیلی دست و پا کرد که کارم را طوری راه بیاندازد که بتوانم با همان قافله خودم را به مشهد برسانم ولی وقتی که دید کاری از دستش ساخته نیست با من خداحافظی کرد و سپرد که هر کجا منزل کردم نشانی منزلم را به دالاندار کاروانسرای اراقی ها بدهم تا هر وقت گذرش به نیشابور افتاد به دیدنم بیاید. عشق توی چشمای ریز و پر مهر و وفایش حلقه زده بود و صورتش سرخ شده بود و می گفت مبادا فراموش کنی و, و همان امام رضایی که به زیارتش میروم هر جا باشم به یاد تو خواهم بود و امیدوارم در مراجعت از مشهد بتوانم اسباب حرکتت را به سمیرم فراهم کنم افسوس وقتی به نیشابور برگشت که به جهادی که گفتم و میدانید از صرافت برگشتم به سمیرم افتاده بودم علال خصوص که پس از هزاران خون دل که برای به دست آوردن خبری از نام زدم کریم خوردم معلوم شد که در زمستان برف بسیار در سمیره مهداده بود و تاق دکان که مدتها بود نشست کرده بود زیر بار برف پایین رفته بوده است و جسد بیجان جوان ناکام را پس از دو روز از زیر آوار بیرون آورده هم. حالا کاری نداریم که از شنیدن این خبر چه عشقا که نریختم و چطور دو شبانه روز یک قطر آب و یک نان از گلویم پایین نرفت و چیزی نمانده بود که من هم بروم با مادر و پدرم و با کریم محشور بشوم. ولی خداوندا معلوم می شود خودت خواسته بودی که زنده بمانم و زنده ماندم. از همان تاریخ به بعد هر جا و در هر حالی که بودم هر طور شده بود دلاندار کاروانسرای عراقی ها را از محل سکنای خود بیخبر نمی گذاشتم و محمود هم سالی ماهی هر وقت گذرش به نیشابور میافتاد اول کارش این بود که مرا پیدا کند و یک راست به سر وقتم بیاید هیچ وقت دست خالی نمی آمد. از هر شهری که قافل از آنجا گذشته بود برایم سوقات میآورد. آورد گنجه ام از انچوچک شیراز و خرمای جیرفت و میگوی بنادر و هنای خبی لیموی امان و آبلیموی جهرم و گز اسفهان و عطر قمسر و بارچه های یزد و کاشان به مرور ایام پر شده بود. عموما سال یک بار ولی گاهی هم بختم میزد و دو بار به سراغم می آمد. کم کم مثل گنجشکی که به تریاک معتادش کرده باشند به قدری به این جوان خو گرفته بودم که اگر خدایی نخواسته موسمش میگذشت و خبری از او نمیرسید درست حسابی مریض بستری می شدم. اما چه مبارک بود روزی که سرزده در را میزد و وارد میشد به قدری می میکردم که گویی پدر و مادرم زنده شده اند و به دیدنم آمده اند. هر روز خدا صبح که چشمم از خواب باز میشد و سرم را از رخت خواب بلند میکردم اولین آرزویم این بود که آی چه خوب بود که در خانه باز میشد و سر و کله محمود با آن صورت کک و مکی آن چشمای خندانی که گویی سگ در آن بسته بودن پیدا میشد. چه بسا شبها که خوابش را میدیدم، خواب میدیدم که روی قاطر سوارم و افسار قاطر به دست محمود است و افسار را روی شانه اش انداخته و می کشد و بدون آنکه او یک کلمه حرف بزند و یا من یک کلمه حرف بزنم به صدای آواز زنگ کاروان روانیم و هی می رویم و هی می رویم. دلم می خواست این خواب ها آخر نداشته باشد و به محض اینکه بیدار می شدم و می دیدم که خواب بوده و خواب می دیدم به امید اینکه شاید باز هم خواب ببینم چشمایم را می بستم و سعی می کردم که خوابم ببرد همون سفر اولی که از مشهد برگشت به محض اینکه چشمم به چشمش افتاد احساس کردم که دستگیرش شده است که کارو و روزگار من از چه قرار است و چه نانی میخورم ولی به خدایی خودت قسم که از بس این جوان نجیب و خوشقلب و باصفا و با حیا بود ابدا به روی خودش نیاورد و چون این وانمود کرد که هیچ ملتفت نشده است و سر سوزنی رفتار و کردارش را نسبت به من تغییر نداد چه زمانی که فقیر و بیچیز بودم و در آن اتاق تنگ و تاریک و در آن خانه ادبار زواری منزل داشتم و چه بعدها که برای خودم صاحب دم و دستگاه و بروبیا شده بودم و خانه و زندگی و سر و سامانی به هم زده بودم برای محمود ابدا فرق نمیکرد. وارد که میشد اول مثل برادری که صورت خواهرش را ببوسد سر و صورتم را میبوسید و بعد سوقاتی هایی را که برایم آورده بود یک به یک با یک دنیا ادا و اطوار و هزار حرف های خوشمزه و مزبون های خنده دار از خرجین در میآورد و تحویل میداد. و بعد آنها را به دست خودش پهلوی سوقات های سفرهای پیش در گنج جابجا جا می کرد و آن وقت میرفت و صورتش را میشست و موهایش را شانه میزد و گرد و خاک لباسش را میگرفت و میآمد پهلویم مینشست و میگفت تنقلات چه داری مینشستیم و بگو و بخند مشغول صحبت و اختلاط و درد دل می شدیم مدتی او از احوال من میپرسید و زمانی من از او احوال پرسی میکردم و بعد رسم من این بود که باید قصه مسافرت ها و سرگزشت هایش را به تفصیل برایم بگوید و اصرار داشتم که چیزی را نگفته نگذارد و به شوخی می گفتم محمود مواد سیغه گرفته باشی از من پنهان بکنی راست بگو ببینم تو این شهرها و قصبه که از اونجا رد شدی چند تا کرو کچل را انداختی خنده را سر میداد و می من مثل سگ و گربم و اگه یه وقتی بنا بچه را بیندازم هفتا هفتا را میندازم. و خاطر جمع باشه که دو سه تا از اونا رو هم به نیش میکشم و برای تو سوقات میارم وقتی دیگر از شوخی و مزاح خسته می شدیم محمود کلاه نمدی خود را مانند دنبک سیر بغل می گرفت و با تلنگر انگشت ها رنگ میگرفت و به صدای دو گره گرم و گیرایی که داشت بنای آواز را میگذاشت. و به لحجه های مختلف از شیرازی و اسفهانی و لوری و کردی و گیلکی چه آوازها و ترونهایی که برایم می میگفتم گلا ویژن حالا دیگه رنگ و تصنیف بسه برام اون شعری رو که شبها در قافله میخوندی بخون سرش را روی دستش تکیه میداد و یک دفعه آهنگ آوازش به قدری سوزناک میشد که به شنیدن آن تارهای قلبم به لرزه در میآمد و ملایم این ابیات را میخواند اوی 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 شبشنبه ز کردم چه بد کردم که پشت بر یار کردم. رسیدم بر لبه آب سپاهون نشستم گریه بسیار رو کردم نشستم گریه بسیار کردم آن وقت مجلس من رنگ دیگری می گرفت هر دو ساکت و سامت و محزون و محموم می شدیم و بدون که متوجه همدیگر باشیم هر کسی میرفت رفت تو نخ عوالم خودش چشم های محمود مثل چشم کسی که بالای تپه ای نشسته باشد و از دور محو تماشای خورشید در هنگام غروب باشد ریز می شد و دیگر مجگانش به هم نمی خود. معلوم بود که فکر و خیالش به جاهای خیلی خیلی دور دست افتاده است جاهایی که آدم نمیداند آنها را به بیداری دیده یا در خواب جاهایی که معلوم نیست که اصلا وجود دارد یا وجود ندارد جاهایی که انسان دلش میخواهد آنجا باشد و آنجا بماند و آنجا بمیرد محمود در چنین عوالمی سیر و سیاحت میکرد و به تماشای چنین دنیایی مشغول میشد و من به تماشای او هیچ دلم نمی آمد چرتش را پاره کنم و مانند تازی شکاری خسته ای که به پای شکار فراری نرسد هرچه فکر و خیالم تقلا می کرد که به اندیشه گریز پای او برسد نمی رسید. آن وقت بود که از خدا میخواستم که هم من و هم محمودم هر دو همانجا سنگ بشویم و هزارها سال هر دو همانطور همانجا باقی بمانیم وقتی شب دیر میشد و موقع خوابیدن می رسید نمدی را که همیشه به جای لحاف و دوشک با خود داشت به خود می کشید و در گوشه ای اتاق می افتاد و از آن صبح هنوز هوا روشن نشده بود که به آهستگی می آمد مرا بیدار می کرد و می گفت قافل راه می افته، باید برم تو رو به خدا می سپرم و اگر عمری باقی باشه به خواست پروردگار باز به سر وقتت خواهم اومد گاهی هم اصلا بدون آنکه مرا بیدار کند در خانه را باز میکرد و بی سر و صدا بیرون میرفت تا کی باز او را به نیشابور بیاندازد و از دیدار خود من غریب و بیکس را که در این دنیا کس و کارم منحصر به او شده بود شاد و خوشحال سازد چند سالی گذشت و باز اقبال یاری کرد و گذر محمود به نشابور افتاد مهمان از جان عزیزتر قدم بود بعد از آنکه که تا دلتان بخواهد گفتیم و شنیدیم و شوخی کردیم و خندیدیم به طور شوخی و مذاه پرسیدم که گلاوی جان آیا هیچ دلت نمیخواد یه دفعه بغلخواب من بشی؟ با کمال سادگی جواب داد که مسوم جان من پدر و مادر تو رو شناختم و صد بار نمک تو چشیدم و مادرتم که خودم وقتی میمرد چشماشو بستم همیشه میگفت محمود حکم پسر منو داره و خود منم از همون ساعتی که در راه آباده تو رو بالای اون قاطر دیدم و کفشت رو که از باد در اومده بود به زمین افتاده بود پیدا کردم و آوردم و به دست خودم به پاد کردم همیشه به چشم برادری و خواهری به تو نگاه کردم بانگهی اساسا در خط این جور کارا نیستم و فرصت و مجالش رو هم ندارم و همین قدر که بختم بزنه و سال و ماه یک بار دیدار عزیزت نصیبم بشه از سر منم زیادتره و کلاهم رو به آسمون میندازم محمود میرفت و باز تنها میماندم و به خوبی احساس میکردم که تنها اوست که در این دنیا وقتی هم که فرسنگ ها از من دور است باز به فکر من است و خواب مرا می بیند و برای تندرستی و آسایشم دعا می کند و به خود من علاق است نه به تن و بدن و به جوانی و حسن و جمال من من هم شبها وقتی فکر محمود به سرم میزد دیگر خواب از سرم می پرید و بر می خواستم و چراغ را روشن می کردم و شیشه عرقی را که همیشه از محمود پنهان می داشتم بیرون می آبردم. و تمام به سوقاتی هایی را که گلابی عزیز در هر سفر برایم آورده بود و همه را چون جان شیرین در آن گنجه کذایی به ترتیب چیده و کلیدش را چون هرز و تلسم به گردن آویخته بودم مثل هفت سین عید نوروز در وسط اتاق پهلوی هم میچیدم و محمود را در عالم خیال در پهلوی خود می دیدم که نشسته است و مشغول شوخی و بزرگویی است پیاله های عرق را پی در پی بدون هیچ ای در گلو می ریختم و یک به یک سوقات های محمود را به ملایمت و ملاتفت از زمین بر می داشتم و مانند دختر بچه که عروسک خود را نوازش دهد آنها را با نوک انگوشت هایم نوازش می دادم و با لب و دهان می و می و به روی سینه می و به صورت و چشما و موهایم میمالیدم و درست مثل مادر جوانی که بچه شیر خارش را در نعنو خوابانده باشد و بند نعنو را گرفته باشد و ملایم حرکت بدهد و برای بچه خواب و نیمه خوابش لالایی همواری بگوید من هم بند خاطره های دور و دراز را به نعنوی حسرت و اشتیاق می بستم و برای محمود خیالی بنای لالایی خواندن را می گذاشتم و می گفتم آخر محمود من گلابی باجان برابر من تو چقدر خوبی چقدر مهربانی چقدر نازنینی آخر مگر نمیدانی که معصومت شایسته این همه محبت و جوانمردی نیست مگر نمیدانی که من کیم و چه کارم و چه نانی میخورم مگر هنوز دستگیرت نشده که معصوم با چه اشخاصی سر و کار دارد آخر قربان آن صورت کک و مکی پر نمکت بروم مگر نشنیده ای که مرا در این شهر معصوم شیرازی میخوانند و از معروفه های بنام و از دخترهای هر جایی این شهرم آخر تصدقان چشم های پر از وفا و آن لب و دهان پر از خنده ات بشوم چرا باید از من این همه دوری بکنی؟ نزدیکتر بیا از کجا که امشب آخرین شبی نباشد که با هم هستیم بیا سرت را رو بگذار روی سینم و آهسته آهسته برایم آواز بخوان اما حالا دیگر حرف نزن بگذار شم بسوزد و وزوز وز کند و ما ساکت باشیم ببین چطور سایه به دیوار افتاده اخت شده یکی شده روحمان هم یکی خواهد شد بگیر و بخواب لابد خسته و کوفته هستی لابد کف پاهایت پینه بسته است از بس دور دنیا گشته ای در این راه های دور و دراز در این بیابان هایی که قول بیابانی از قول بیابانی می گری زد. در این سهره درندشتی که هرگز پای مسلمان و کافر بانجا نرسیده و رنگ آب و علف ندیده است خدا میداند چقدر خار به پاهایت فرو رفته است و چقدر در این سنگ داخا افتاده ای و ناله کرده ای و باز بلند شده ای و راه افتاده ای خدا مرگم بدهد که یقین پاهایت هزار بار زخم شده و هزار جور درد کشیده و پر از تاول است بگذار تا با گلاب اشک چشمم بشویم و با موهایم خوش کنم محمود جانم محمود جانم چشمت رو برهم بگذار و خیال کن دنیا کوچک شده و عبارت است از همین گوشه ی خلوت اتاق من گلابی مهربانم امروز دیگر جز تو کس و کار و یار و عاشق صادق و رفیق با وفا و برادر و شوهری ندارم دیده ای که گاهی در بهبهی زمستان روی شاخه بعضی از درخت تا تک و تو یک یا دو تا برگ خشکیده باقی میماند تو تنها برگی هستی که زینت و امید نهال عمر خزان زده منی در این دنیای بیرحم و بی همه کس و همه چیز من تو هستی چرا امشب اینقدر ساکتی؟ چرا نمی خندی؟ چرا شوخی نمی کنی؟ مگر نمی دانی چقدر دلم گرفته و چقدر احتیاج به دلداری های تو دارم؟ مگر نمی فهمی که کارت به عصر خانم رسیده است؟ و با همه جوانی رنج قص استخانم را آب کرده است و از زور تنهایی و بی کسی دارم حلاک می شوم. چرا اینطور محزون به من نگاه می کنی؟ چرا دندانهای ریز و سفیدت را بیرون نمی اندازی و مثل همیشه سر به سرم نمی گذاری؟ بیا یکم شبه محض خاطر معصومه تو هم با این عرق گلویی تر کن تا شاید سرت گرم شود و با آن صدای گرم و سوزناکی که داری و مرا حالی به حالی می کند به مرا از این دنیای سیاه و تاریک به دنیای روشن و دلوازی بیاندازی قربان آن آوازها و آن امان امانها و آن دلی دلی های فراموشی آورد بشوم چرا امشب مثل همیشه مرا قلم دوش نمی کنی و دور و اتاق نمی گردی مگر با من قهری که دستهایم را توی دستهای زبر و پشمالویت نمیگیری و برایم قصه نمیگویی تو عادت داشتی که حال و احوال یکی یکی قاطرهایت را هر دفعه برایم نقل میکردی مگر خیال میکنی دیگر شایسته شنیدن قصه قاطرهایت هم نیستم محمود جان حالا دیگر هرچه نگاه میکنم نگاهت را نمیبینم داری کجا میروی میخواهی سرم را بگذارم توی دامنت تا باز با موهایم مثل آب چشمه و شن صحرا بازی کنی و گیسهایم را هی باز کنی و هی از نو ببافی و ناخونهایت را به صدا بیاوری و وانمود کنی که داری رشک و شپش میکشی گلابی خوب و خیلی خوبم میخواهی برایت برقصم میخواهی کار هرگز نکرده بکنم و بیایم دست بیاندازم به گردنت و لبهایم را بچسبانم به لبانت و آنقدر تا نفس دارم ببوسمت و ببویمت که فریادت بلند شود خداوندا خیلی پرگویی کردم و زبان درازی کردم و چه حرفای بیقاعده که نزدم ما مردم بیتربیت را وقتی رو بدهیم بهتر از این از آب در نمی آییم. گناه از ما و بخشایش از توست همانطور که پدرم همیشه میگفت گر ما مقصریم تو دریای رحمتی بارلاها مخلص کلمان که با محمود خیالی شب زنده داری ها داشتم و اگر باز برایم تاب و توانی باقی می ماند و عشق مجال میداد برایش عرقچین و مچ پیچ و پاتابه می بافتم تا صدای ازان سهر و بانگ خروس بلند می شد آن وقت رویم را به طرف تو و آسمان تو برمیگرداندم و با همان حال مستی جویده جویده با تو که لابد مانند محمود از من دور و جدا نبودی بنای مناجات را میگذاشتم و میگفتم ای خدای مهربان هر جا هست درد و بلا را از او دور کن و اگر مقدر است که درد و بلایی به او برسد الهی به جان من گناه کار روسیاه بینداز خلاصه چه درد سر بدم آنقدر با تو و با محمودم راز و نیاز می کردم تا از حال رفته مثل مرده به زمین می افتادم.